بینندگان عزیز و گرامی، درود فراوان بر شما. کوروش عرفانی هستم. برنامه کاوشگری جامعه رو خدمتتون ارائه میدم. آنچه که میدیدید بازپخش یکی از قسمت‌های قبلی برنامه بود که به دلیل اشکال فنی مجبور شدیم که اون رو آغاز بکنیم، و برنامه‌ای که هم اکنون می‌بینید برنامه زنده هستش و بحثی رو که هفته گذشته، در واقع از دو هفته پیش آغاز کردیم، در مورد سایکوپت ها ادامه خواهیم داد و میریم به سمت بنابراین قسمت سوم از این بحث که در ادامه معرفی خصوصیات سایکوپت ها میتونیم بحث خودمون رو ادامه بدیم. من برای اینکه یادآوری شده باشه از بخش انتهایی قسمت گذشته، این شما رو اگر همکارم بتونه نشون بده یادآوری میکنم خدمتون، که زمانی که اومدیم بر روی یکی از به اصطلاح خصلت‌های اصلی سایکوپت‌ها در مورد اینکه چگونه فاقد توانایی قضاوت کردن در مورد کارهای بد و منفی خودشون هستن، دیدیم که اونها زمانی که کار منفی رو انجام میدن، برخلاف آدم‌های عادی که این توانایی رو دارن نسبت به نتایج کار خودشون فکر بکنن و در صورتی که مشاهده بکنن عملی که انجام دادن منجر به سختی، آزار و ایجاد دشواری برای دیگران شده، آدم‌های سایکوپت این توانایی رو ندارن که این تشخیص رو بدن، یا اگر هم تشخیص بدن که کاری که کردن کار بدی بوده، نمیتونن چیکار بکنن، به اصطلاح اون عمل خودشون رو بیان و جبران بکنن. برای همین هم هستش که دیدیم در ذهن آدمی که آدم سایکوپت هستش، اون عنصر قضاوتگر که ما اسمش گذاشتیم وجدان، معمولا عمل نمیکنه، و به همین دلیل هم این امکان که بتونه متوجه بشه که کجا به دیگری آسیب زده، آزار رسونده و مانعش بشه رو نداره. به همه خاطره که ما باید به یک نکته توجه بکنیم، و اونی که زمانی که آدم های سایکوپت مشاهده میکنن که رفتارشون داره بر دیگران تأثیری میذاره که باعث خشم اونها میشه، عصبانیت اونها میشه، از روی واکنش هاست که متوجه میشن یک کار بدی انجام دادن، و به واسطه اینکه این کار بده سعی میکنن چیکار بکنن، یه جوری بیان و ببینن که کجا میتونن جلوی آثار عوارض قضیه رو که بخواد بر علیهشون باشه یا به ضررشون باشه اون رو کنترل بکنن و مهارش بکنن. در غیر این صورت اینجوری نیستش که احساس پشیمانی یا تأسف از کاری که کردن به طور خودجوش به اصطلاح به ذهنشون بیادش، و بنابراین اینا آدم هایی هستن که همونطور که در برنامه قبل خدمتتون عرض کردم احساس گناه نمی کنن به اصطلاح، و پیوسته به دنبال این هستن که ببینن اگر میتونن برای حفظ منافعشون دست به یه کاری بزنن که اون کار سبب بشه، مثلا منجر به این بشه که دیگری آزار ببینه، رنج ببینه، ناراحت بشه، خب میگن شده دیگه، ولی خب ما که به کام خودمون رسیدیم، ما که به اون چیزی که مورد نظرمون بود دست یافتیم. ولی ازا اینجوری نیستش که به طور طبیعی در اینها احساس گناه به وجود بیاد، ولی از عصبانیت دیگران، از خشم دیگران و از واکنش دیگران یه چیزهایی متوجه میشن و سعی میکنن به قول معروف یه جوری ماسمالیش بکنن و از دل دیگری درش بیارن. ما این رو میدونیم که چیزی که آدمهای عادی به عنوان احساس پشیمانی از یک کاری دارن یه احساس ماندگاره، اذیت میکنه آدمو، حتی اگر یه رخدادی کوچیک هم باشه برای چند ساعت یا چند روز یا برخی مواقع چند هفته آدمها رو اذیت میکنه. وقتی هم که شما یه آسیب اساسی به یک کسی میزنید و بعد احساس پشیمانی بهتون دست میده، ممکنه سالهای سال این احساس شما رو همراهی بکنه. ولی این آدم های سایکوپت از این خصوصیت برخوردارن که چون این احساس پشیمانی درشون به طور خودجوش روی نمیده، آمادگی رو دارن که هر زمان احتیاج شد اون رو تکرارش بکنن و باز تکرارش بکنن، و به همین خاطره که شما این احتمال رو بدید که اگر آدم سایکوپتی در زندگی خودتون دارید، یه بار بیاد و بگی که آره من خیلی واقعا پشیمونم و خجالت میکشم و این داستان ها. برای شما هم میتونه خیلی تعجب برانگیز باشه، چون معمولا این کارم نمیکنن، ولی اگر مشاهده بکنه که نه، به دست آوردن دل شما برای بار دیگه
یا جا انداختن موقعیت خودش به این احتیاج داره، این کارو میکنه، میاد و عذرخواهی میکنه و سعی میکنه دلجویی بکنه و اینا. ولی نکته‌ای که ما باید حواسمون باشه این هستش که ببینیم آیا این داستان اظهار پشیمانی آدم سایکوپات منجر به این میشه که وی دیگه اون کار رو تکرار نکنه یا نه. چون ببینید من و شما این رو در ذهنمون داریم که وقتی یه کسی میاد میگه من از این کارم متاسفم، یعنی نسبت برش آگاهی پیدا کردم، نسبت به بد بودنش، نسبت به چرایی انجامش در درون خودم، نسبت به آثار و عوارض بدی که داشته، و چون این آگاهی رو به دست آوردم پس الان چیکار میکنم؟ دیگه این رو در یه جای ذهنم قرار میدم و این به عنوان یه عنصر فعال عمل میکنه و من اجازه میده که من دیگه این کار رو تکرار نکنم. ولی شما میبینید که آدم سایکوپات فردی هستش که حتی اگر بیادم بابت یه کاری که کرده از شما عذرخواهی بکنه، بعدش میبینید که آمادگیش برای باز تولید این و باز تکرار این وجود داره و لذا اونجا میفهمید که این ریشه ای نداشته و طرف در واقع فقط برای اینکه بتونه، اینم نیستش که عذاب وجدان داشته باشه، چون داریم میگیم که وجدانش فعال عمل نمیکنه، فقط برای رفع و رجوع کردنه، فقط برای این استش که این مجموعه‌ای که درش داره نفع میبره، سود میبره، به هم نریزه. اجازه بدید یه مثالی خدمتتون عرض کنم. خیلی از همسران سایکوپات چون دارن با دیگری زندگی میکنن و این زندگی به صورت مستمر هستش و به استثنای زمانهایی که سر کارن یا بیرون هستن با همن و بنابراین مدت زمان زیادی رو با هم دیگه میگذرونن، در صورتی که داریم در مورد یکی از این دو نفر به عنوان سایکوپات نام میبریم، شما میبینید که فرصتهای زیادی هستش برای آزار رسوندن به دیگری. وقتی شما همسرتون رو در کنار خودتون دارید 24 ساعت 7 روز هفته، خب مسلمه که آدم بدی باشه شما این بدی ها رو میبینید و بخشی از این بدی ها هم رو شما به هر حال آثارش رو خواهد گذاشت و لذا ناراحت میشید، عصبانی میشید، خشمگین میشید. این آدم سایکوپات وقتی که میبینه شما خشمگین هستید چیکار میکنه؟ میاد و در مواردی که میبینه نه داره اصلا این مجموعه از هم میگسله، دیگه داره پاره میشه، میاد عذرخواهی میکنه، عزیزم ببخشید که مثلا اونجا این حرفو زدم، عزیزم ببخشید که این کارو کردم، رفتم فلان کارو کردم و اینا. ولی شما هم ممکنه ببخشیدش، منتها حواستون باید باشه یکی از ابزارهای تشخیص سایکوپات ها این هستش که شما ببینید که این معذرت خواهیش آیا مانع از این میشه که این کار رو تکرار بکنه دو روز دیگه، پنج روز دیگه، دو ماه دیگه یا نه. اگر بلی میتونید امیدوار باشید که با یه آدم معقول و منطقی که بر اخلاق و رفتار خودش مسلطه دارید صحبت میکنید. در غیر این صورت این احتمال رو بدید که این یکی از ویژگی های سایکوپات هاست که خیلی خوب هم باش کار میکنن. به این تصویر نگاه بکنید عزیزان، وقتی که ما یک کار بد انجام میدیم و پشیمون هم هستیم، خیلی هم ناراحتیم، خب خود به خود این پشیمونی رو میایم اظهار میکنیم، بیان میکنیم، در درون ما کار میکنه این و این سبب میشه که در رفتارمون تغییر به وجود بیاریم، در منشمون اصلاحی به وجود بیاریم و آدم بهتری بشیم به اصطلاح. خیلی خوب اینو در ذهن داشته باشید به عنوان روند طبیعی خودجوش و همطور که نوشته شده بود واقعی پشیمانی. حالا اجازه بدید ببینیم روند پشیمانی در سایکوپات چجوریه. به این صورت هستش، یک کار بدی انجام میده، بعدم میاد میگه که خیلی متاسفم و اینها، بعدش میبینید که همون آشه و همون کاسه، همون داستان دوباره تکرار میشه. من برنامه های مربوط به این موضوع رو که اجرا میکنم هموطنانی تماس میگیرن و اظهار نظر میکنن و واقعا من در بسیاری از اونها که اکثریتشون رو هم شوربختانه خانوم ها تشکیل میدن و این نشون دهنده این هستش که سایکوپات ها به خصوص در بین بانوان تومه ها و قربانیان خودشون رو جستجو میکنن، اینا اظهار میکنن که ما مثلا 10 سال 15 سال 20 سال یا بیشتر با یه سایکوپات داشتیم زندگی میکردیم و وقتی این شاخص ها رو میشنون، آشنا میشن با اینها، در ذهنشون که مرور میکنن مثال های متعددی پیدا میکنن از اینکه آره اینجوری بود. من مطمئن هستم الان بسیاری ممکنه به خودشون بگن که راجع به همسرشون، دوستشون، که آره این میاد یه موقعی عذرخواهی میکنه بابت کاری که کرده ولی باز دوباره شروع میکنه. این هموطن عزیز یکی از شاخصهای اصلی آدمهای سایکوپات هستش. دقت بکنید ما داریم سعی میکنیم که ابزاری رو به دست شما بدیم که با این ابزار بتونید بدون نیاز به نمیدونم روانشناس و روانکاو و غیر و زالک
یه حد اقلی از دانش رو داشته باشید که بتونید قربانی نباشید، یا اگر قربانی هستید در صدد بر بیایید که کمک بگیرید از این آدم ها، از روانشناسا، از متخصصا، که خودتون رو از دام این سایکوپت هایی که به عنوان همسر، نمیدونم برادر، خواهر، همکار، دوست، کارفرما و غیره دارن روح شما رو از درون مثل یه خوره از بین میبرن، بتونید مقاومت نشون بدید. بنابراین داستان اظهار پشیمانی رو شما به عنوان یکی از معیارها داشته باشید که سایکوپت ها اولا بسیار دشواره که براشون بیان اظهار پشیمونی بکنن، چون این به صورت طبیعی و خودجوش درشون اصلا شکل نمیگیره، نیازی به این احساس نمیکنن، چون درد دیگری رو نمیتونن احساس بکنن، و زمانی هم که به خاطر کدهایی که دریافت میکنن متوجه میشن که نه الان یه معذرت خواهی بدهکار هستن، میان چیکار میکنن؟ این رو میگن، ابراز میکنن که بتونن دلجویی بکنن، ولی بعدش اونها باز اون عمل نادرستشون رو تکرار میکنن. اجازه بدید بریم سراغ یکی دیگر از خصوصیات سایکوپت ها که خصوصیت سطحی بودن و توخالی بودنه. این در تمام معیارها و کتاب های معروف مربوط به سایکوپت ها از این ویژگی خیلی نام میبرن به عنوان یکی از خصوصیات اصلی سایکوپت ها. شما عزیزان میدونید که ما در زندگیمون معمولاً یه موضوعی رو پیدا میکنیم که به اون یا عشق داریم یا علاقه داریم یا دوست داریم، یا به هر روی کنجکاوی ما رو برانگیخته، در بعضی از موارد هم به خاطر نیاز هستش، ولی میریم تو عمق یه چیزی و یه کاری رو سعی میکنیم که خوب یاد بگیریم. یه حوزه ای رو، حالا میتونه یه حوزه علمی باشه، فنی باشه، تکنیکی، کاری یا ورزشی باشه، یه چیزی رو میریم و شروع میکنیم به دانش بیشتری راجع به اون به دست آوردن. علت این که اکثریت رو دارم عرض میکنم، اکثریت ما علت این که میریم یه رشته تحصیلی رو انتخاب میکنیم، به طور مثال در مقطع دانشگاهی، این هستش که نسبت به اون رشته، نسبت به اون حوزه یه علاقه ای داریم. حالا اونایی که بر اساس نمیدونم چشم همچشمی و اینا، الان میدونید بسیاری از آدم ها دوست دارن برن تو ایران پزشکی بخونن که پزشک بشن، که درآمد خوبی داشته باشن و بهشون هم بگن آقای دکتر یا خانم دکتر، که بتونن نمیدونم یه همسر خوب پولدار خوشگل پیدا بکنن. به طور مثال خب این دیگه ربطی به علاقه نداره، بعدن هم دکتر خوبی مطمئن باشید نمیشه، ولی اکثریت آدم ها سعی میکنن که برای به دست آوردن یه مهارتی برن سراغ یک حوزه و اون حوزه رو خوب یاد بگیرن، اون چارچوب رو به قول معروف حسابی بشکافن و یاد بگیرن. این ویژگی آدم‌های عادی هستش که دست کم یه حوزه، بعضی هم هستن که سرشون خیلی درد میکنه و کنجکاون و باهوشن و پرکارن، ممکنه در دو سه حوزه این کار رو بکنن و سعی کنن که چیزهای مختلف یاد بگیرن، رشته های مختلف رو در حد تخصصی یاد بگیرن. بسیار خوب. اما وقتی میرسه نوبت به آدم‌های سایکوپت، اینا به دلیل اینکه اصولا پیشینه تربیتیشون و نوع شکل‌گیری شخصیتیشون یه جوریه که همه جا به دنبال همین پدیده بسیار معروف ماسمالیزاسیون هستن، یعنی سطحی نگری، آبکی برخورد کردن و به قول معروف به عمق نرفتن. چرا؟ چون خودتون میدونید که شما اگر بخواید به عمق یک رشته فرو برید و یاد بگیرید اون رو، این وقت میخواد، حوصله میخواد، تمرین میخواد، ممارست میخواد، جدیت میخواد، حواس خود رو از این و اون به قول معروف بیرون کشیدن و متمرکز کردن روی یه چیز مشخص میخوادش. ولی این به معنای این استش که شما باید آدم با حوصله‌ای باشید، باید ثبات شخصیتی داشته باشید، باید از خودتون یک نوع به اصطلاح پایداری رفتاری نشون بدید تا بتونید بمونید مثلا 8 سال، 9 سال، 10 سال یه رشته ای رو بخونید، یا در بعضی از موارد با کسب تخصص تا مرز 12، 13، 14 سال باید فقط بعد از دوران دیپلم دبیرستانتون شما درس بخونید. 13 سال پای ماجرای موندن و تخصص گرفتن و فوق تخصص گرفتن، اینا همتنان عزیز کار هر کسی نیستش و نیاز داره واقعا علاوه بر شرایطی که احتیاج داره، شرایط مناسب این کار، جدیت میخواد. من خیلی آدم ها رو سراغ دارم که هوششو داشتن، تواناییشو داشتن، علاقه هم حتی داشتن، ولی این جدیت رو نداشتن و به عمق نرفتن و لذا میبینید که در سطح باقی موندن. آدم های سایکوپت از این خصوصیت برخوردار هستن که در زندگیشون یاد میگیرن که زیاد وقت روی مسائلی که قرار هستش براشون
نون داشته باشه، درآمد داشته باشه، منجر به گذران زندگیشون باشه، زیاد وقت نذارن. اینو یاد میگیرن. حتی دیده شده مثلا بعضیا در سن خیلی پایین این خصوصیت رو پیدا میکنن. اکثرا هم میبینید که درسشون خوب نیستش، برای اینکه درس که نمیتونه از آسمون بیاد تو سر آدم، باید آدم بشینه و بخونه تا بتونه نمیدونم امتحانات رو خوب جواب بده و نمره های خوب بیاره و اینا. این آدم ها آدم هایی هستن که به دنبال این هستن اگر هم نمره خوب میخوان از راه تقلب دوست دارن به دست بیارن، خوان از رو دست دیگری نگاه بکنن، یا اینکه یادداشت با خودشون میبرن سر جلسه امتحان، یا هزار و یک راه هوششون رو به کار میندازن در مورد اینکه ببین من یه گوشی میذارم بعد اینو اونجا یواشکی روشن میکنم، بعد میزنم روش صدامو آروم میکنم، فلان میکنم. همه این کارها رو میکنن برای اینکه سه شب چهار شب پشت سر هم نشینن جدی سوای از شیطنت و برنامه تلویزیونی و نمیدونم دختربازی و چی و غیر و ذلک و اینها، یا برای خانم ها دختر خانم ها پسربازی و اینها بشینن و چیکار بکنن، درس بخونن واقعا. چون نمیخوان این کارو بکنن، دائم به دنبال این هستن که از راه‌های دیگری موفقیت به دست بیارن، ولی در نهایت میدونیم که این جواب نمیده. جاهایی هستش، موقعیتایی هستش که تقلب جواب نمیده، اونجاها اینا در جا میزنن. اونجاها یهو میبینید که من میدیدم دانشجویان ایرانی رو که در فرانسه به طور مثال چون کنکور وجود نداشت میومدن و بدون اینکه پایه علمی قوی داشته باشن سال یک پزشکی اونجا اسم مینوشتن، ولی خب یک پزشکی فرانسه با ایران قدری متفاوته و از پسش بر نمیومدن. بعد به اینا اجازه داده میشد که یک سالم تمدید بکنن، بعد میکردن، بعد بهشون اجازه میدادن که برن رشته دندان پزشکی به طور مثال اگر بخوان، میرفتن یه دو سالم اونجا درجا میزدن، بعد بهشون میگفتن در نهایت شما میتونید برید یکی از رشته های علوم ساینس به قول معروف، مثلا میرفتن زیست شناسی، یه دو سالم در سال اول زیست شناسی، یهو میدید قشنگ 6 سال 7 سال اسمش دانشجو دانشگاه سال 1 و هیچ تکونی هم نمیخوره. خب چرا؟ برای اینکه کار نکرده بود و جدی نبودش. پس اینجوری نیستش که مثل نمیدونم مملکت ما مدرک دکترا رو بتونی خریداری و خرید و فروش بکنی و یه کسی مثل مثلا احمدی نژاد هم که در مورد داشتن مدرک اکابر قدیم به قول معروف یا دیپلم دبیرستان شک و تردید درش وجود داره، اسمتون بشه آقای دکتر و سند و مدرک هم داشته باشید که دکتر هستید. آدم های سایکوپت میرن و گیر میفتن و خیلی زود متوجه میشن که نه، مسجد جایی یه سری از کارها نیست به قول قدیمی ها، ولذا جا میزنن، ولی برای جبران به اصطلاح کمبود خودشون هزار و یک معرکه درست میکنن، مدرک جعلی درست میکنن، تیترهای قلابی برای خودشون فراهم میکنن، مدرک دیگری رو برمیدارن اسم خودشون رو میزنن، از دانشگاه پول میدن مدرک خالی میخرن و برای خودشون لیسانس صادر، همه این حقوق بازی ها رو میکنن. چرا؟ چون اون هوش حداقلی که دارن بهشون میگه که آقا تو بخوای تو جامعه موفق باشی، سرکلا بذاری و نمیدونم مخ بزنی و اینا، اگر تیترت باشه آقای مهندس یا جناب دکتر اینا، خیلی شانست بیشتره تا اینکه مثلا بگن حسن چی کاره ای، بگه آقا دیپلم دبیرستان دارم مثلا، که هیچ ایرادی نداره ها، ولی برای او ایراد داره، چون فکر میکنه که نه باید بهش آقای دکتر و مهندس و پروفسور و اینا بگن تا بتونه احساس وجود بکنه و نفوذ بکنه و از این تیتر و عنوان و احترامی که برای اون قائل هستن استفاده بکنه برای منافع خودش. به همین دلیل هموطنان عزیز این رو گفتم که بگم آدمای سایکوپت اصولا به عمق نمیرن. دقت داشته باشید، وقت نمیذارن روی اینکه برن 4 سال درس بخونن که بخوان مثلا مهندس بشن، یا 6 سال بخونن که بخوان مهندس بشن، 8 سال درس بخونن دکتر بشن. نه، اینا آدمایی هستن که به همین دلیل که نمیتونن صبر و حوصله و متانت به خرج بدن و سرشون رو بندازن پایین و 6 سال 10 سال درس بخونن در یه رشته ای، برای همین آدمای بسیار سطحی هستن. یعنی شما یه سایکوپت رو میبینید از لحاظ علم و دانش و اینا میخوام عرض بکنم، میبینید که به خودش اولا اجازه میده راجع به هر مسئله اظهار نظر بکنه، یعنی حوزه ای نیستش که برای خودش یه ذره تخفیف قائل بشه، بگه که آقا من الان داشتم راجع به متالوژی و آهنشناسی و فلزشناسی و اینا صحبت میکردم، بعدش هم یه سوالی هم راجع به شیمی شد، راجع به اونم یه اظهار نظرکی کردم، الان که دیگه در مورد فلسفه مثلا هایدگر داره صحبت میشه، این دهان مبارک رو برای چند لحظه، نه، هایدگر شناس هم هستش، در مورد اونم اظهار نظر میکنه و شما میبینید که
زمین و زمان رو به هم میبافه که بتونه بگه که آقا من در مورد هایدگر هم مثل داستان ترکیبات فلزی و شیمیایی میدونم. چرا؟ چون فکر میکنه، دقت بکنید، فکر میکنه که این گونه در چشم دیگران به عنوان نمیدونم مثلا آدم دانشمند و عالم و باسواد و اینا جلوه میکنه. حالا نمیدونه که اگر در اون جمع یه دو نفر آدم این کاره وجود داشته باشن، دارن زیر لب بهش میخندن و میگن این دیگه چه دلغکیه به طور مثال. ولی اون معمولا سایکوپت، معمولا تومش رو شناسایی میکنه، تومه اینا نمیره در مقابل یه دکتر عرض اندام بکنه، برای اینکه میدونه که یه طرف به قول معروف دستش رو میکنه مثل آب خوردن. معمولا یه جمعی که نشستن، مثلا یه تعدادی آدم هایی که متخصص نیستن، خانه دارن، نمیدونم بازنشسته های مثلا حوزه های عمومی، کارمند بودن، کارگر بودن، اونجا اظهار فضلش گل میکنه و میبینید پشت سر هم در مورد تئوری ها و غیر و ذالک و اینها صحبت میکنه. برای همین شما اگر میخواید یکی از شاخص های سایکوپاتی رو داشته باشید، باید بدونید. ببینید دقت بکنیم، ممکنه آدمای فضول هم اینجوری باشن، آدمایی که دوست دارن هی راجع به این حرف بزنن، راجع به اون حرف بزنن، ولی این چیزی که داریم میگیم وقتی به صورت حرفه‌ای، یعنی ترتمیز فکر شده، سیستماتیک انجام میشه، این از علائم سایکوپاتی هستش. ببینید این آدم‌ها میدونن که در مورد هر حوزه یه چیزکی باید بدونن. برای همین هم هستش که مثلا وقتی بحث زبان‌های خارجی میشه، زبان انگلیسی میشه، نمیره مثلا بشینه شکسپیر بخونه که ببینه خب حالا این کی بوده، ادبیات انگلیسی سنتی چی بوده، متعارف چیه، متداول چیه، کلاسیک چیه. نه، یه چند تا جمله یاد میگیره، بعد در جایی که میدونه آدم‌ها نمیتونن مثلا چیز بکنن، اون چهار جمله رو بلغور میکنه که بگه من انگلیسی هم بلدم. اگر یه خود تکونش بدید میبینید مثلا میگه فرانسوی هم، آره چیزایی به هر حال اینجوری، یعنی اصلا و ابدا کم نمیاره، تواضع و فروتنی و اینا اصلا راجبش صحبت نکنید. این آدما راجب تاریخ یه چیزکی یاد میگیرن، راجب جغرافیا، راجب نمیدونم مساحت ایران چقدره، از این اطلاعات به قول معروف مثل یه اقیانوس به عمق یک وجب دارن. و برای همین هم هستش که یکی از ابزارهایی که با دیگران هستن استفاده میکنن ازش تا دیگران رو جذب بکنن، این هستش که این سواد خودشون رو به رخ میکشن برای اینکه نشون بدن آقا تو دقت بکن دختر خانم، منی که اومدم مثلا مختو بزنم برای اینکه ازت سوء استفاده جنسی یا نمیدونم مالی یا چی عاطفی بکنم، دقت بکن با کی طرفی ها، من هر کسی نیستم. من راجب افلاطون دیدی که داشتم اظهار نظر میکردم، در ضمن تاریخچه حزب کمونیست چینم دیدی یه چیزایی میدونستم و این موقعیت نسل پلنگ های در حال انقراض کنیا رو هم شنیدم یه چیزایی راجب. ببینید یه جوری جلوه میده که یعنی من خیلی میدونم، خیلی بلدم. ولی وقتی که شما با همچین رفتاری برخورد میکنی، دو حالت داره: یا خودتون رو از معرض این خزعبلات این آدم های سایکوپت بیرون بکشید که مخ نزنن به قول معروف، حداقل مخ شما رو نزنن، و دوم این که اگر هم میخواید رسواشون بکنید و مچشون رو بگیرید، یکی از این موضوعات رو که شما برش تسلط دارید به معنی خاص کلمه، اون رو بهش گیر بدید و زمانی که اظهار نظر کردش ازش چیزهای بیشتری بپرسید. دو مرحله که جلو برید میبینید که هیچی نداره برای گفتن و معلوم میشه که یه چهار تا چیز کلیشه‌ای در مورد اون موضوع کرده بوده تو ذهنش برای اینکه اونو هی مکانیکوار توتیوار باز تولید بکنه. ولذا دقت بکنید که اینا وقتی که وارد مقوله روشن فکری میشن، بیشتر ادعاست، حرف اضافه است، حرف مفته و جدی نیست. اینو ازش به عنوان خصوصیت سطحی گرایی نام میبرن. اجازه بدید چون وقت کوتاهه برم سراغ یکی دیگر از خصوصیات که بزرگ نمایی هستش از جانب این آدم ها. این آدم ها خیلی دوست دارن غلو بکنن در مورد خودشون، دقت بکنیم. چون ببینید طرف نسبت به این موضوع که آدم توخالی هستش، آدم سطحی هستش، خبر داره و لذا پیش خودش تصور میکنه که خب من اگر بخوام این سطحی بودنم، آبکی بودن دانشم رو نشه، چی کار باید بکنم؟ هی باید از خودم تعریف بکنم. برای همین هم هستش که یه دی میبینید نمیدونید اصلا مشکلشون چیه، تا زمانی که آدم بر این بحثا مسلط نباشه متوجه نمیشه. میبینید که وقتی شروع میکنه راجع به خودش صحبت کردن،
انگاری که این رزومش به قول معروف در 8 صفحه پیشش هستش و از ابتدا اینو میخواد یه بار برای شما مرور بکنه. حالا رزومه ایه که دقت بکنیم خالی بندیه ها، یعنی 2 تا 3 تا چیزش واقعیه، 120 تا چیزش غیر واقعیه، ولی اینو برای شما میگه آره توی مثلا نمیدونم دانشگاه ییل که بودیم، حالا بعدا میره در میره مثلا یه روزی رفته اونجا یه دونه از این راهنماها بروشورا گرفته، یه سری هم تو اون محوطه زده، یه بستنی خورده، اینو میذاره به حساب اینکه من در دانشگاه ییل هم بودم مثلا. بعد یه روزی مثلا در فلانجا یه شخصیتی رو دیده تصادفی داشته رد میشده، مثلا یه دست کن داده باشه، آره با نام چامسکی که بودیم یه مقداری با هم نمیدونم، ای بابا. یهو میبینید که داستانهایی که یه بخشش کاملا غیر واقعیه اصلا وجود نداشته، یه بخشش هم ربطی به اون موضوعی که او میخوادش ازش به عنوان یک پیشینه برای خودش بهره برداری بکنه و یک جایگاه مصنوعی بسازه ربطی نداشته. میبینید اینا رو داره بیان میکنه، میبینید اینا رو داره واسه شما تعریف میکنه که آره کتابمو که میخواستم بدم بیرون، بعد شما میگید که کدوم کتاب؟ ای داستانش مفصله اینا، یه کتاب داشتم، شما در نظر بگید 2794 صفحه، میگه عجب چند جلد میشده جناب دکتر؟ مثلا میگه که خیلی، قرار بود یه 6 جلدی بشه. راجع به یک کتابی که نوشته نشده، راجبش هیچ کس در کره زمین خبر نداره و اینا، داستانی براتون تعریف میکنه که به قول معروف فقط و فقط بایستی در مغز بیمار یک سایکوپت آدم باشه تا ببینه کدوم بخشاش فعال شده که بتونه این رو در بیاره. اینا آدمایی هستن، دقت بکنید، آدمای سایکوپت قدرت یا قوه تخیل بسیار قوی دارن، چون با واقعیت همونطوری که در برنامه‌های سری گذشته صحبت کردیم، اینا به واقعیت بیرونی، به واقعیت مادی زیاد کاری ندارن، چندان اهمیت نداره براشون که واقعیت چجوری هستش، چی براشون مهمه؟ تصویری که از واقعیت به شما میخوان ارائه بدن، این براشون مهمه. خودش هم اصلا کاری نداره، برای اینکه خودش زندگیشو بر اساس تقلب و دروغ و حقه بازی و کلک، برای اصلا که حالا این واقعیت سفید یا سیاهه من چیکار دارم. مهم اینه که اگر قراره این بابا اینو بخره به خاطر اینکه سفیده بهش بگم سفیده، اگرم بابت سیاه پول میده که پس باید ثابت بکنم سیاه. این هنر رو دارن و لذا چون اینجوری تمرین کردن از به قول معروف سن بسیار پایین یاد گرفتن، و لذا وقتی به شما میرسه، اگر شما دستگاه ذهنی داشته باشید که مجهز نباشه به اینکه بتونه سره رو از ناسره تشخیص بده، واقعی رو از غیر واقعی بتونه متمایز بکنه، این آدم‌ها سوارتون میشن، این آدم ها مختون رو میزنن و میکشوننتون اونجاهایی که اصلا سر از ناکجا آباد در میارید. چرا؟ چون کارشون اینه، چون بلدن، چون حرفه‌ای‌ان، چون انقدر تمرین کردن که درسشون رو به خوبی بلدن. و لذا چی کار میکنه؟ شروع میکنه با یک عنصر دروغ که قبلا بهش پرداختیم، دو با عنصر به اصطلاح بزرگ نمایی خودش شما رو اصطلاحاً مسحورتون میکنه، سحرتون میکنه، یک کاری میکنه که اون بخشی از ذهنتون که مربوط میشه به قوه ممیزه، قدرت تمایزتون از دست میدید، اون قسمت از ذهنتون دیگه کار نمیکنه. و زمانی که محو شدید در صحبتهای این، در خالی بندیهای این، و داره واسه تون میگه که من چجوری این کامیونه رو اووردم و بعد جنسا رو ما بردیم، حالا دارن میانا، ما کار یه جوری براتون با جزئیات میگه که میگه اصلا محاله که این، در حالی که اینجوری نیست هموطنان عزیز، درست مثل آخونده که میره بالای منبر برای شما تعریف میکنه که بهشت چجوریه، انگاری که اونجا بوده با ارواح باباش، به اصطلاح خالی بندیه دیگه، قوه تخیل، سایکوپاتن، دنیا براشون بازیه، بازیچه است، آدمها براشون بازیچه هستن، مهرهایی هستن که باید باهاشون بازی کرد که به کامش برسه، به کیفش برسه، به پولش برسه، به خواستهاش برسه. ولذا قیافه حق به جانب رو میگیرن، این آخونده که اون بالا داره مثلا برای شما بهشت رو توصیف میکنه، یوهو که نمیزنه زیر خنده بگه عجب آدم های ببخشید فلان عجب دست، نه، اینو بعدا انجام میده با رفیق رفقاش که تریاکو پهن کردن، اونجا میبینید هیبتی و عمامه و عبایی و کلمات آنچنانی و خیلی جدی و با وقار و اینا نشسته، همچین میگه که وقتی قیافه مردم رو اون پایین نگاه میکنید دقت بکنید راجع به چی هم داره صحبت میکنه، که اون دنیا قراره چه خوشی هایی داشته باشید، اینا همه محو هستن،
که ای بابا اخیراً هم کشف کردن که حوریا حجاب دارن به طور مثال. حالا اینجوری میگه دیگه، شما برای اینکه بتونه داستان حجاب و جا بندازه میگه آقا حوری هم حجاب داره. حالا بعد دیدش حجاب اسلامی یا از این نوع عربستانی یا یمنی یا ایرانی. این مهمه که آدم سایکوپت کم نمیاره، اینو باید دقت داشته باشید و برای شما میتونه راجع به چیزهایی صحبت بکنه که وجود نداره ولی شما باور میکنید که وجود داره و هنرش در این هستش، سحرتون میکنه، مغزتون رو فلج میکنه و از کار میندازتش و اون چیزی رو که میخواد به عنوان روایت واقعی درتون جا میندازه، شما بر اساس اون حرکت میکنید و اون چیزی رو که اون میخواد براش انجام میدید. یکی دیگر از ویژگی های سایکوپت ها فقدان مسئولیت پذیری نسبت به عوارض و نتایج کارشون که برمیگرده تا حدی به همون بحث گناهی که کردیم، اما اینجا بر سر دقت بکنید اشتباهات یه مقداری از اون بحث متمایز هستش. ببینید اینا چون آدم‌های عاقل و با خردی نیستن اشتباه زیاد مرتکب میشن، تصمیمات غلط فراوون میگیرن و کارهای انجام میدن که آثار و عوارض وحشتناک به بار میاره، درست مثل وضعیت مملکت عزیز ما در زیر دست یک مش سایکوپت. کجاشو شما میتونید پیدا بکنید که یه چیزی سر جاش باشه و درست باشه؟ ولی آیا میشنوید از کسی که بیادش بگه غلط کردیم، عذر میخوایم، اشتباه کردیم؟ ابدا. چرا؟ برای اینکه سایکوپتن، برای اینکه میدونن که اگر مسئولیت بپذیرن کارشون تمومه، باید جواب بدن، دادگاهی میشن، همه اینا محاسبه شده است و لذا چیکار میکنن؟ خیلی راحت میان و طوری شرایط رو جلوه میدن که اشتباه، خب آره ولی میدونی اون من داشتم این کارو میکردم، دیدی در یه چه جوری باز شد، براش یه توجیه پیدا میکنن. هموطنان هست، کمتر موردیه که شما بتونید با سند، با مدرک، با نمیدونم فیلم ضبط شده، با 6 تا دوربینی که اونجا رو زیر نظر داشتن به این آدم ثابت بکنی که آقا راجع به این کار تو اشتباه کردی، مسئولیت رو بپذیر، قبول بکن که این کار درست نبوده. نمیرن زیر بارش. این وجود رو دقت بکنید، این ویژگی رو دارن در وجودشون که ما میبایستی هر جایی که بحث مسئولیت میشه اینو به عهده دیگری بندازیم. قبل از اینکه کار انجام بشه سعی میکنن با زرنگی از زیر کار در برن که مسئولیت بیفته به دوش دیگری. اگرم یه زمانی مجبور بودن که اون کار رو انجام بدن و چون آدم های ماسمالی هستن بد انجام میدن و میتونه هزار یک اشکال داشته باشه، شما میبینید که اونجا حاضر به قبول مسئولیتشون نیستن. دلیل میاد آقا من خسته بودم، آقا من نخوابیده بودم، گرسنه بودم، تلفنم زنگ زدش، نمیدونم بلبلی از سر شاخ پرید و همینجور براتون بهانه چینی میکنن که ما راجع به این مقوله مسئولیت و قبول اشتباهاتمون رو ما حساب نکنید، رو ما سایکوپت ها. اگر میخوای وقتتو بگذرونی بشین اینجا واسه 4 ساعت قصه تعریف میکنم که ثابت بکنم که نه من این کار رو نکردم، یا اگر کردم تقصیر من نبوده یا عمدی نبوده، پس اشتباه محسوب نمیشه، یا حداقل اینکه اشتباه غیر عمدی باید بهش بگی مثلا. برای همینی که اگر این آدم ها رو یه جوری شما پا رو به دادگاه بکشید، اونجا متوجه میشید که چه ماربازای حرفه‌ای هستن، چه شالاتانایی هستن و چی جوری مسائل رو به هم دیگه میبافن تا زیر بار مسئولیت کارهای خطایی که کردن نرن و منطق خاص خودشونو که منطق سایکوپت هستش، منطق نادرستی که بر واقعیت حاکم نیست، در ذهن اونها ساخته و پرداخته شده، به عنوان واقعیت بیرونی ارائه بدن و خودشونو یه جوری مبرا بکنن از این مسئله. بریم سراغ یکی دیگر از ویژگی ها. این آدم های سایکوپت بسیار تابع رفتار آنی هستند. نگاه بکنید به این اسلاید که این موضوع رو به خوبی توضیح میده. رفتارهای اینها مبتنی بر اون چیزی که ازش به عنوان به اصطلاح انگیزش آنی یا رفتار آنی یا هیجانات صحبت میکنن. اینا یه چیزی در یک لحظه به ذهنشون میاد و چون دقت بکنید چون خودشون رو صاحب حق میدونن، صاحب عله میدونن، صاحب همه میدونن، لذا اون چیزی که به ذهنشون میاد اون خوبه. ببینید فرقشون با آدم عادی چیه؟ آدم عادی وقتی به ذهنش یه چیزی میاد همون لحظه نمیخواد اقدام بکنه، مواظبه، مراقبه، نگهبان ذهنی داره برای خودش،
شما اومدیم و از همسر دوستتون که اونجا نشسته خوشتون اومدش، پس همون لحظه باید شروع بکنید نمیدونم به بازی در آوردن و برخلاف تمام شؤونات و اخلاق و به قول قدیمی ها نخ و تناب بدید. و نه، آدم عادی میدونه که این الان زشته، این جزء نرم نیستش، جزء هنجارها نیستش، شایسته اخلاق او نیست، شایسته اخلاق انسانی نیستش که آدم نسبت به نمیدونم در یه رابطه دوستی وارد این مقولات بشه اونا. بنابراین اینها رو به عنوان بد کدگذاری میکنه و سعی میکنه کار خوب رو انجام بده، کار بد رو انجام نمیده. سایکوپت دقت بکنید، این بحث خیلی ظریف و حساسه. سایکوپت زمانی که یه چیزی به ذهنش میرسه پدیده‌ای به اسم بد یا خوب وجود نداره. این که الان این انگیزش در او به وجود اومده، این نیاز در او به وجود اومده، این حس در او به وجود اومده که عجب دختر خوشگلی شده مثلا همسر این رفیق ما، ببینیم چیکار میتونیم بکنیم، همون کافیه براش. همینقدر که از این دختر خانم خوشش اومده یا برعکسش هم میتونه باشه، کافیه براش که بدون در نظر گرفتن اینکه ما تو چه محیطی هستیم، این دختر خانم همسر دوست صمیمی منه اصلا و ابدا. چی براش خوبه؟ فقط این خوبه که من چجوری میتونم به کامم برسم. پس بد وجود نداره برای سایکوپت، دقت بکنی. اشکال قضیه اینه، به همین خاطر هم هستش که اینا بسیار بیرحمن، بسیار در انجام خیانت و جنایت و اینا دستشون بازه، چون اون معیاری رو که ما داریم برای سنجش به عنوان اخلاق انسانی و درونی میکنیم یه سری ارزش ها رو و اون ارزش ها به عنوان نگهبان بالا سر ما هستن و میگن این خوبه این بده، این حرف خوبه این حرف بده، این کار خوبه این، اینو ندارن، این نگهبانه نیستش، آزاده، از هفت دولت آزاده و لذا میتونه به خودش اجازه بده که چیکار بکنه، هر جایی که لازمه بیاد سراغ شما و اون بهره برداری رو که اون انگیزش آنی درش به وجود آورده ازتون بگیره. میتونه پولتون باشه، عجب خرپوله یارو، آقا بریم سرکیسش کنیم، میاد سراغتون، نمیدونم عجب خوشگله بریم یه کامی بگیریم، عجب آدم باحالیه چقدر نمیدونم خونه زندگی داره، بریم یه جوری چتر رو باز بکن، اینجوری برخورد میکنه. دقت بکنید، به قضاوت ارزشی نمیشینه که بخوادش به صلاح بسنجه. از همکارم میخوام که این اسلاید رو نشون بدن، اجازه بدید ببینیم خوب و بد از نظر سایکوپت چجوری تعیین میشه. نگاه بکنید عزیزان، زمانی که در همه انسان ها خوب بد سایکوپت غیر سایکوپت یه چیزی به اسم هوس، طمع، همون چیزی که بهش گفتیم انگیزش آنی به وجود میاد، راه های برخورد با این رو نگاه بکنید اگر بخوایم ساده بکنیم، میادش منجر به مقاومت میشه در ذهن آدمی که مجهز به چی؟ مجهز به دستگاه اخلاقی. یعنی بهت میگه که ببین اینو هوس کردی ولی من به عنوان ارزش، به عنوان اخلاق در ذهنت در مقابل این نیستم و میگم الان نباید بری این کارو بکنی یا الان نباید این دروغو بگی یا الان نباید این دست اندازیو بکنی یا نباید هیز بازی در بیاری یا. این به عنوان دستگاه ارزشی در من عمل میکنه و من باهاش موفق میشم که چیو تشخیص بدم؟ پدیده بد رو، یعنی اون کاری رو که قراره از این فیلتر مقاومت بپره، جهش بکنه، از توش رد نشه. پس من موفق میشم که بد رو تشخیص بدم. حالا این در مورد چیه؟ در مورد انسان سالمه. نگاه بکنید به انسان سایکوپت، هوس و طمع درش به وجود میاد و بلافاصله چی؟ تسلیم میشه. حالا دقت بکنید، زمانی که تسلیم میشه اون چیزی که تو ذهنش اومده به عنوان پدیده خوب عمل میکنه. حالا همین شما رو که در درونش داره عمل میکنه تعمیم میده به بیرون. دقت بکنید، زمانی که سایکوپت هوس و طمع کردش، میاد چیکار میکنه؟ میادش این هوس و طمعش رو میخواد پیاده بکنه. اگر شما پذیرفتید میشید آدم خوب، میشید مورد خوب، انسان خوب، باید کنار میادش، ببینید اون مورد پایینه، تسلیم شدید. اگر مقاومت بکنید در مقابل شما بد و اخید. پس ببینید یه جنبه از این شما در درون آدم ها میگذره و زمانی که بیاریمش فقط در مورد سایکوپت تعمیمش بدیم میرسیم به این، من هوس و طمع خودم رو میخوام پیاده بکنم، اگر ببینم که شما تسلیم شدی و به من دادی اون چیزی رو که میخوام، چقدر آدم خوبی هستی، باید مهربونم، نمیدونم تعریف و تمجیدتو میکنم، هوا تو دارم و این داستانا،
چی میخواد ازت؟ پول میخواد، ثروت رو میخواد، امضا رو میخواد، بلای سر ازدواج رو میخواد، کام جنسیش رو میخواد، سوء استفادهش رو میخواد، مواد مخدرش رو میخواد، هر چیزی رو که هوس بکنه شما اگر بهش بدید، تسلیم بشید و بهش بدید، شما آدم خوبی هستید. هر چیزی رو که ندید، مقاومت بکنید، آدم بدی هستید. در ذهن آدم سایکوپات دقت بکنید، آدم بد کسیه که به خواستهای او، به شهوات او، به منافع او جواب نمیدید، به هوسهایی که داره در مورد جسم و جانتون، در مورد آیندهتون. آدم سایکوپات وقتی که به شما میگه که میاد مثلا اون عشق قلابیشو به شما ابراز میکنه، اصلا انتظار نداره که بگید نه من شما رو دوست ندارم، جوابم منفیه. خودشو به زمین و زمان، به زمین و زمان رو به هم میبافه، خودشو به آب و آتیش میزنه که بتونه از پس شما بر بیاد. نمیخوام و اینا نداریم ما، بله رو باید بدی بیادش. من ازت خوشم اومده، میخوام به عنوان همسرم داشته باشم در کنارم. خب حالا اینکه شما منو دوست داری و علاقه داری نه، اصلا چه اهمیتی داره؟ به قول طرف که میگفتش که همسر پادشاه و میخوام با دختر پادشاه ازدواج بکنم، گفتن که چجوریه اینا؟ گفت 50% کار انجام شده، من میخوام، مونده فقط اون ور. پس برای سایکوپد اینجوریه، اصلا به ابدا نگاه نمیکنه که نظر شما چیه. وقتی پول شما رو میخواد، پوله رو باید بدید بیاد. وقتی ثروت شما رو میخواد، ثروت رو باید اخ کنی بیاد. در غیر این صورت بلا به سرت میاره، ماجرا برات درست میکنه، پاپوش برات درست میکنه، تهمت بهت میزنه، انگ بهت میزنه، پرونده سازی میکنه، میترسونتت، نمیدونم میره وکیل میگیره و وکیلا رو میخره و قاضی و فلان و این حرفا رو تا بتونه چیکار بکنه، تا بتونه یه جوری به کامش برسه. ما موارد زیادی رو در مطالعاتمون برخوردیم هموطنان عزیز که بچه های سایکوپد، فرزندان سایکوپد چجوری پدر و مادرهای پیر خودشون رو حتی سرکیسه میکنن. باور نکردنیست، این پدیده در ایران الان به نحو گسترده‌ای وجود داره. پدر پیر شده، مادر پیر شده، توانایی این که به اصطلاح تمام کارهای اداری و اینا رو انجام بده نداره. آقا پسر سایکوپت، حالا برخی از مواردم دختر خانوم، میفته جلو، میره تمام اسناد مدارک، می بابا جون یه وکالت بده من برم دنبالش دیگه، چیکار کنم، نمیتونی دیگه. وکالت نامه رو میگیره، میره در بعضی از موارد تمام ثروت های پدر مادر رو بالا کشیده. چرا؟ چون اینجوری تشخیص داده که خوبه، خوب براش اینه، خوب براش اونجاییه که شما به اصطلاح میدید، هر چی دارید میدید. و دیده شده زمانی که این پدر مادرها شروع میکنن به مقاومت کردن، پدر مادر در میارن، اینقدر بلا به سر اینا میارن که بالاخره میگه پسر جان کجا رو امضا کنم، کجا رو بدم، دست از سر ما بردار. میگیره، میرن حسابای بانکی رو با اون وکالتنامه به حساب خودشون میریزن، خونه رو به اسم خودشون میکنن، ثروتهای پدر یا مادر رو، مثلا یه زمین اینجا داره، یه خونه اونجا داره، میبرن میفروشن بدون اینکه پدر مادر خبر داشته باشه. تنها چیزی که برای سایکوپت مهمه اینه که پدر مادر در تمام این دزدی‌ها و کلاشی‌ها و اختلاس‌ها تسلیم بشه، قبول بکنه. و برای اینکه پدر مادر رو بکشونن به اونجا، اگر لازم باشه گریه میکنن، اگر لازم باشه تو سرشون میزنن، اگر لازم باشه تهدید میکنن، اگر لازم باشه قهر میکنن، هر بلایی که بگید از لحاظ احساسی عاطفی میتونه یه مادری رو برسونه به اون جایی که بله رو بگه و ثروتش رو، همه چیزش رو بده به فرزندش، اینا انجام میدن. اگه کار کردش با گریه و زاری به دست میارن، اگه کار نکرد یه سفر مشهد میبرن، یه سفر کربلا میبرن، اگه نمیدونم نکردش شروع میکنن از ابزارهای دیگه استفاده کردن، از خواهر برادرهای دیگه میترسونن، از نمیدونم عمو که میخواد بیاد حق بابای مرحوممون رو بخوره اینجوری تهدید میکنن، از مادر امضا رو میگیرن، من دفاع میکنم در مقابل عموی پدرسوخته مفقرمون میخواد بیاد ثروتهای بابا رو بالا بکشه و من خودم هستم پسرش، چرا بذاریم اینجوری مادر رو یا اون والدی رو که باقی مونده در شرایطی قرار میدن که در نهایت ازش ثروتشو میگیرن و بعد بیرحمانه میفتن به جون اعضای دیگر خانواده برای اینکه این ثروت رو مال خود بکنن و سهم خواهره رو ندن، سهم برادره رو ندن. ضعیف کشی، حق کشی، تبعیض جنسیتی،
استفاده از موقعیت خود به عنوان نمیدونم برادر بزرگتر، خواهر بزرگتر، برادر اول، خواهر اول، فرزند اول، از همه این ابزارها استفاده میکنن که حق رو بالا بکشن. و چنان این پدیده الان گسترش پیدا کرده به در ایران که شبکه های مافیایی به وجود اومده که شامل محضردار و نمیدونم دفتر اسناد و ثبت اسناد و بانک ها و اداره اوقاف و تمام اینا هستش، برای اینکه بتونن حق این قشر های ضعیف، آدم های ضعیف رو که توان دفاع از خودشون ندارن بگیرن. من میشناسم مواردی رو که به اصطلاح یک زن متمولی، یعنی زنی که باز خودش خونه داشته، زندگی داشته، الان حتی ممکنه در مرز خیابان نشینی باشه، یعنی اینکه بی سرپناه بشه، در حالی که میلیون ها دلار یا بگیم تومان پول داشته، همه رو به سر بالا کشیده. و نه یه موردا، موارد متعدد با ما تماس گرفتن و گزارش های دقیق ازش دادن که چون وقت نیست من دیگه وارد جزئیاتش نمیشم، ولی بدونید هموطنان عزیز، این موضوع که در ذهن سایکوپت یه سائقه به اصطلاح به وجود میادش، یه انگیزش آنی به وجود میاد و منافع خودش رو در اون میبینه و میره به سمتش و میخواد به هر قیمت که به دست شده به دست بیاره و خوب و بد نمیشناسه درش، هرچی که برای او کیف و لذت و شهوت و ثروت و قدرت بیاره خوبه، هر چیزی که اینا رو زیر سوال ببره بده. این معیار سنجش آدم سایکوپت، همدردی و احساس دوستی و ترحم و اینا در وجودش نیست. راجب آدمایی که داریم صحبت میکنیم ما تعمیم نمیدیم، راجب سایکوپت ها. بنابراین دقت داشته باشید، این ویژگی ها رو که در برنامه های بعد ادامه خواهیم داد بهتر بشناسید، مسلط بشید برش، اطلاعات بیشتری به دست بیارید. ما در حال تهیه جزوه کتاب دیویدی هستیم، اگر خواستید میتونید زنگ بزنید اینا رو سفارش بدید و اینا رو ما در اختیارتون میذاریم و میتونید ازش اطلاعات بیشتری به دست بیارید، هم برای خودتون، همین اطلاعات میتونید در اختیار دیگران بذارید که دانش مربوط به حکومت و سلطه سایکوپت ها بر ایران گسترش پیدا بکنه، اجتماعی بشه و ما افراد هرچه بیشتری داشته باشیم که بتونن خودشون از قید و بند این آدم های بیمار رها بکنن. سپاسگزارم از توجه کردید و باز هم عذرخواهی میکنم از اشکال فنی که در ابتدای برنامه داشتیم. تا هفته آینده، بدرود.